حجاب اجباری رو میگن نمیپذیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، اتفاقی که دیروز در کابل افتاد، یک تعداد از زنها آمدن و برقعه را به احترامی کردن و گفتن ما حجاب پاکستانی و حجاب عربی نمی خواهیم. ببینید دوستان عزیز و گرانقدر، این اتفاقات، یعنی چنین عمل کرده هایی در دوران دموکراسی و در دوران جمهوریت هم اتفاق می افتاد. من فقط می خوام که اگر اینها مسلمانن، یک پیام به اینها داشته باشم. خواهر من، اگر تو حجاب پاکستانی به اصطلاح خودت یا حجاب عربی نمیخواهی، به احترامی نکن، به فرهنگ و عنعنات مردم به احترامی نکن. من در این قسمت با تو موافقم و با هر کسی دیگر که این حرف را بگه که حجاب مختص یک لباس خاص نیست که ما مردم را مجبور بسازیم که تو این لباس را بپوشی و این حجاب و غیر این حجاب نیست. اما این طرز تفکر شما با این روش که شما بیایید به کوچه ها بریزید، به خیابان ها بریزید، به سرک ها بریزید و به فرهنگ و عنعنه یک تعدادی از مردم به احترامی کنید، این حماقت محضه، این جهالت محضه. حتی من یقین دارم که اگر بادانان و بزرگانتان در کشورهای غربی این عملکرد شما را ببینن، شما را تنبیه میکنن، چون میدانن شما جاهلید، طریقه مبارزه و راه مبارزه را هم نمیفهمید، نمیدانید و شاید هم دنبال کیس جور کردن هستید که از شما ویدیو عکس گرفته بشه و بعد پخش بشه که بله اینها، جان اینها به خطر است و جان ما به خطر است و زودتر ما را ببرید که ما بریم از این کشور بیرون بشیم. ولی اگر واقعا شما مبارز هستید، دنبال مبارزه هستید، دنبال این هستید که اعتراض بکنید، اعتراضتان را سالم بکنید. این یعنی چی؟ این حماقته، این جهالته، این افراطی‌گری است، این رادیکالیزمه که شما میایید با فرهنگ یک تعدادی از مردم توهین میکنید. چرا توهین میکنی؟ اگر تو موافق نیستی، امروز بسیاری از زنانی هستند که در افغانستان از این لباس استفاده میکنن. حالا شاید در داخل شهرها کمتر باشه، اما بیرون از شهرها، حتی داخل شهرها هم تا به فعلا هست که وجود داره، ما که میبینیم متوجه هستیم. بسیاری از خواهران ما، بسیاری از زنان در داخل افغانستان از این لباس استفاده میکنن. تو به چی عنوان میای به این بی احترامی میکنی؟ این بی احترامی را کدام عقیده و باور برایت یاد داده که این طور متاسفانه گستاخ و بیادب باشی و بر علی فرهنگ مردم تخت و تاز بکنی، بر علی عنعنه مردم تخت و تاز بکنی؟ ما نمیگیم که حجاب مختص به این لباس هاست، ولی بی احترامی به این لباس ها اوج حماقته، اوج جهالته که تو بیای توهین بکنی و به این طور برخورد احمقانه‌ای که ویدیوش را به خدمتتان نشر کردم. یعنی چی؟ میخواید چی را ثابت بسازید؟ من احساس میکنم شما را متهم نمیسازم، ولی احساس میکنم که واقعا شما با اصل حجاب مشکل دارید. ولی تو با اصل حجاب مشکل داری، تو سخنگوی یک ملت بزرگی که مسلمان است نیستی. نظرت به پیش خودت، اگر تو مسلمانی، خب من تو را دعوت میکنم که اسلام حجاب را یک فرض قرار داده، مانندی که نماز را فرض قرار داده. این نه ربطی به طالب داره، نه ربطی به داعش داره، نه ربطی به عربستان داره، نه ربطی به پاکستان داره، نه ربطی به ایران داره، نه ربطی به من داره، نه ربطی به اون داره، نه ربطی به این داره. این حجاب فرض الهی است برای زن مسلمان، اگر تو مسلمانی. اگر مسلمان نیستی، به عقاید مسلمان ها احترام داشته باش، به عقاید مسلمان ها احترام داشته باش. داخل سرزمین مسلمان ها به مسلمان ها به احترامی میکنید. حتی این به احترامی شما را در قلب آمریکا کسی بر علی حجاب اسلامی نمیکنه. عقل و شعور داشته باشید. حداقل طریقه مبارزه را از بزرگان و بادارانتان یاد بگیرید. این طور مبارزه حماقت، مبارزه نیست، جهالت، حماقت، سوار شدن خر شیطانه. عقل و شعور داشته باشید. به معتقدات مسلمان ها بی ادبی نکنید. به باورهای مسلمان ها بیادبی نکنید از این طریق و از این کانال. از کانال داخل میشید که خیلی ها با شما موافقن، ولی هدف نهاییتان متاسفانه هدف فاسدی است اگر این طور باشه. ولی اگر این طور نیست، شما مسلمانید، واقعا میخواهید که فرهنگ کسی را قبول نکنید، قبول نکن، اعتراض مسالمت آمیز بکن، با طرف مقابل بگو که این حجاب اسلامی مختص به این لباس ها نیست، من حجاب میکنم، من مسلمانم، ولی این لباس لباسی نیست که تو من را ملزم بکنی که حتما من باید بپوشم.
لباس دیگری میپوشم، طریقه دیگر حجاب میکنم، همان شرایطی که اسلام گفته آن شرایط را مد نظر میگیرم، ولی تو حق نداری که بر من اجبار بکنی که نه لابد باید همین لباس را بپوشی و غیر از این دیگه حجاب نیست. متوجه شدید؟ طریقه مبارزه را یاد بگیرید. اگر مسلمانید این راهش هست، اگر غیر مسلمانید جلویتان را بگیرید، حتی بزرگانتان شما را تنبیه خواهند کرد. متوجه باشید، این را از من بگیرید، بزرگانتان شما را تنبیه خواهند کرد با این روش احمقانه. حتی در قلب آمریکا کسی این کار را انجام نمیده که شما متاسفانه این حماقت ها را انجام میدید. به هر صورت جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، در حفظ و پناه الله باشید. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.